اجرای بعدی وحید موسوی، خرم‌آباد، لرستان. بفرمایید. یک سال گذشت. خب آقا وحید، خسته نباشی. خیلی ممنون، کیف کردیم از این اجرا. ببین، تجزیه تحلیل نمیدونم این چیز اصلا نمیخواد، همینجوری خوبی، دست به صدات نزن اصلا، آموزش و اینا رو هم ولش کن، همینجوری که داری میخونی عالی هستی. کسایی مثل شما به محصی که برن تو حوزه آموزش، همین چیزی هم که بلدن بخونن رو فراموش میکنن. بنابراین جات خیلی درسته، همینجا که واسدی واسا، خیلی عالی بود، دست در من. قربون لطفتون و محبتی. من که از طرفداراتونم دیگه. زنده باشی. من خیلی دوست دارم صدای شما رو. لطف داری. و اینکه انقدر درست و به جا و حس خوب و همه اینا رو با هم داره، خب. و اینکه اصلا جدا از این که به هر حال اون منطقه دارای حنجره های عجیب غریبیه، به نظرم که این جنس از حنجره، این شکل از حنجره، یه دو تا قدم هم جلوتر از اون است. موفق باشی. محبت داری. خسته نباشین وحید. ممنون. همون که کارن جون گفتن سری قبل برای اون بازیگران، واقعا این سری باید ذاتی باشه. شما ذات داره این حس و حال و سلیقه ما هم هست، حس شما، کار شما، اجراتون، صدای قشنگتون و رأیمون هم براتون سفیده.
خسته نباشید، عالی بودید. خسته نباشید، من قرار خودم رو شکستم. نخند، قرارم این بود که با خودت بودی نخند؟ چی شد؟ آقا اسمان مگه شما قرار میذارید ما؟ یه ها ناظم شد آقا اسمان نخند آقا ساکن؟ بله، ولی خب از یه قلب بزرگ و شعله‌ور آدم یه همچین صدایی سوزناک و در این حال دلنشین رو بشنوه خوبه. ولی یه سوال دارم از شما آقای مهمفر، اون که گفتم قرارم رو یه مقدار توش دست بردم به خاطر آره نسبت به قبل، نسبت به قبل تغییرشون چی بود؟ آقا وحید که اصلا قرار نبود تغییر بکنه. یعنی همون رو حفظ کنم. یه چیزی به شما بگم آقا مجید، آقای دکتر، ببین کسایی مثل بابک جوکار، یوسف سرکویی، آقا وحید، اینا به محض اینکه بیان توی مقوله آموزش آکادمیک همون لحظه نابود میشن. نه این که نه، ولی شما به مقوله تلاش هم ایمان دارین؟ حساسات خب نرسن. شما تلاشی که منجر به یه اتفاق جدیدتر بود دیدید؟ راجب وحید اصلا اینجوری فکر نمی کنم، یعنی همونی که هست خوبه و بره جلو. اصلا خیلی خوبه، اصلا قرار نیست دست به ترکیبش بزنیم. خیلی زنده باشین. به هر حال لذت بردیم. قربون شما برم. زنده باشین. من کاری دیگه هم آماده کرده بودی؟ زنده باشین. آره آقا دیگه در خدمتتون هستم. قابل درخواست هست یا نه؟ میخوای چیز دیگه بخونی؟ میخونی چیزی وحی؟ من در خدمتون هستم. بدون موزیک میخونی یا با موزیک؟ بدون موزیک آماده کردیم با موزیک. آماده کردیم. برو بریم. آره برون شما بریم. نیمه نهایی الان شد تازه، حلالش کردی. کار حال خوب کنی بودا، نه؟ میگم حلالش کردی. دوست داشتی تو؟ چهار تا سفیدا رو حلال کرد. زنده باش. تا یه بخش دیگه صداش هم شنیدیم تو اینکه تو قبل نداشتی. بله بله، حجم ماشاءالله عالی. کجا نگاه می‌کنی؟ خیلی به بالا می‌کنم. مثلا شما چی می‌خواید بگید، من می‌خوام چی بگم؟ دارم دارید نرمش می‌کنم.
اما اصلا من چی میتونم به تو بگم؟ ترجمه کنه من اصلا حرفی ندارم به تو بگم داداش. شما محبت داری داداش. اصلا ما آب حوض شما شیرمز داداش. برو من جوانی شیرمز من یه خورده سیاه‌ترم برو من سبزی‌ترم از شما. آب شیرمز میگه شیرمز به ما نمیاد. من موچین شما کمباین خوبه؟ برمرده اصلا ما کرم شبتاب شما آفتاب عالمتابی دیگه برمرده چی گفت؟ بنده باشم داداش من پتومت توی کیوسام داداش من همینقدر بلد بودم دیگه وحید برام تعریف کن که بعد از اجرای مرحله یکت چه اتفاقاتی افتاد؟ رفتی لرستان، خرم‌آباد؟ اول خانواده رو به من بگو، مامان، بابا، داداشا. تمام وطن به من محبت داشتن، من درست تعلق خاطر دارم به استانم، به قومیتم، ولی عشقم وطنمه. اینا نمیگم مثلا بگم این میخواد احتمالاً بره رأی بگیره این صحبت ها، من عشق میکنم اینجا، حالشو میبره. جواب من ندی مامان بابا برادرها تو گفتی مامانم خیلی محکمه و خیلی اهل قربون صدقه و رو دادن به بچه‌ها نیست بابام هم همینطور داداشم که مفصل کتک زدن دیگه در تمام عمر و اینا اونا بعد از اجرای تو تماشای اجرای تو چیکار کردن من بگو والا دیگه الان خود من چهره شاخص خونه خودمون شدم آره یه سوپرستار خونه است آره تو بعد نیستی بچه کوچیکا رد میشم بقید میگن دیدم میخنده یه این فیلونی ها بقید دستیش اینطوری مامانت هیچ چی بهت نگفت؟ بلا مامان که دیگه عرض کردم دیگه جادوی رسانه دلشو نرم کرده به آقام دیگه اصلا گفتم آقا خوب بود حالا دلشو نرم کرده به آقات؟ نه دلشو رو نرم کرده که دیگه مثلا زاویه نگیرم با خوندن من آها سابکار چی شد چون یادتونه دیگه وحید یکی از لوله‌کشای خوب خرم‌آباده سابکاری که براش لوله کشی میکردی نگران بودی حقوق بده نده چی شد ماجراش؟ دگی افتاده آرام چی شد؟ آلی بود دو تومن رو که نداد بعد یه خوردم خودم پیش داشت میارد عقب افتاد حالا یه سابکاری دارم دوباره دیگه اسمشون دقیق نمیارم چون آدم شریفی شاید دستش تنگ بوده ولی نسبت به منم دستش تنگ شده من سه تا از قسطای موتور خودم مونده از اونجا پنج واز ساخته امکان داره حالا دستش تنگ بوده نتونسته این دو تا از مرحله اول تا الان لوله کشی کردی یا نه والا دانو کامنت جواب داده پیشگوشتی دستم نگرفت خب پس تو دیگه هیچ دیگه معروف شدی تموم شد دیگه تمام معروف چه عرض کنم خدمتتون معروف بی پول هم داری میدونم استای موتورم مونده دیگه یعنی نمیخوای آقا بعد نمیخوای برگردی به لوله کشی من نمیتونم لوله کش نباشم آقا نمیتونم لوله کش بودم من همین اصلا خوشم نمیاد سوار ماشین با موتورم بیشترش میکنم بعد تو خیابون تو خرم‌آباد میشناسنت آره من قبل این هم تو محله خودمون میشناختن یعنی یه لوله کش به چی میشناختن اون موقع؟ من دیگه اونجا دنیا اومدم 30 سال از اون کوچه ها رد شدم از اون خیابون ها دیگه با موتور هرکی سر کوچه بوده منو 2-3 بار دیده آم اصلا تو محل یادم میگفتی که قبلا میخوندی آره؟ آره میخوندم آره بس بچه محله من عشق میکنم باشون هر زنگ به میزنم بگیرم میشن الان اینجا دستون بایستم 3-4 تاشون اندازه 40 نفر بعد هم وایساده بودیم اومدیم اینجا بعد گفتن این تیم پاور لیفتینگه گفتم نه من فیزیکا همین شکلیه یه شباهتایی هم کارم به پاوراتی داره دیگه از شکم آره آره پس میشناسی پاوراتی آره بابا موسیقی خوب گوش میکنه وحید خیلی بابا خوش سلیقه است خیلی زیاد بابا علی شباهتم فقط اینجا با مرحوم پاوراتی فکر کنم 140 کیلو بود اگه 145 تا 50 تا در نوسان بودن مثل من که از 130 تا 135 میگیرم چه در تو اضافه کنم اینقدر دقیق وزن پاوراتی رو میدونستی؟ آره هم قدیم هم تقریبا حالا خدا بیامونش 2006 و 7 فکر کنم رفت رحمت خدا بله. یه کوچولو هم یه تغییر تو صورت شکل بگیره به نامبانی هم ازت میزنه بیرون آه آیبانی هم از وحید عزیز و دوست داشتنی ما لرستان کیف کردیم و لذت بردیم برو وحید جون در فینال میبینیم فدای شما ماشاءالله به شما
خیلی دوست داشتنی. باید